سلام خانم بابک، امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه. من 25 سالمه، حدود 4 سال هست با پسر 29 ساله دوست هستم. 2 سال پیش خیلی اصرار داشت که با هم ازدواج کنیم، ولی من زیاد مایل نبودم. حتی همراه مادرش به خونه ما اومد، ولی از همون زمان که پدرش متوجه شد ناراضی بودنش شروع شد که من ناراضی هستم. من خیلی دوستش دارم و زیاد اصرار نمی کنم که باید با من ازدواج کنی. همین که کنارم هست کافیه، اما خودم می ترسم. چند بار گفته که شرایطم جور بشه از لحاظ مالی و کم کم تو این فاصله پدرم رو راضی می کنم. خانم بابک، من نمی دانم چرا همش استرس دارم. احساس میکنم همش دروغ میگه یا نکنه فقط حرف بزنه. تو خانواده بزرگ شدم که همش کار مادرم تحقیر کردن، فحش دادن. همیشه حتی تا الان پدر و مادرم با هم دعوا میکنن. خانم بابک، من همیشه ترس دارم، ضعیفم، نگرانم که نکنه بمیرم، نکنه حالم بد بشه. حتی سر کار اعتماد به نفس ندارم، حس میکنم همه از من متنفرن. بعضیاشو به خاطر ترس تا صبح بیدار هستم. لطفا راهنماییم کنید. ای مهربانو، چرا اینقدر با خودت میجنگی؟ و بعد این یاری که مامانش هم برداشت آورده با این همه مشکلات شما میخواد با ازدواج کنه. اگه بخوای با این شرایط روحی روانی ازدواج بکنی، خب کارتو خیلی سخت میکنی، برای اینکه شما آسیب خورده ای، شما خیلی قربانی شدی، ولی به عنوان یک بالغ کاری برای خودت هنوز نکردی. همه ما قربانی هستیم، از خرد و کلان، از کاخ تا کوخ. میخوام حالا به عنوان یک مهربانوی بالغ تلاش بکنه از اون احساس قربانی بودن خودش رو بیاره بیرون. چون تا زمانی که شما اینجوری در مورد خودت احساس میکنی، فکر میکنی و رفتار میکنی، طبیعتا نمیتونی زندگی سالمی رو برای خودت و یا یار آینده تشکیل بدی. ایشون اگه شما رو دوست نداشت، دلیل نداشت که با مادرش بیاد برای خواستگاری شما. پدر ایشون هم که مخالفت کرده با رفتارهای اصولی، اونم پدر شوهر آینده، میتونه خیلی مردها آقایون آسونتر رد میشن، کمتر نه اصلا، ولی کمتر پرونده سازی میکنن، مشکل حل میشه. مشکل شمایی که از ازدواج میترسی، از یه تعهد طولانی میترسی، چون با پدر مادری بزرگ شدی که دائما همدیگر رو تحقیر کردن، داد و بیداد و فحش زندگی بوده، شما رو دائما تحقیر کردن. شما توی محیط سالم بزرگ نشدی و اون محیط سالم شما رو بدبین کرده، بدبین به خود و بدبین به دیگران. حتی در محیط کارت هم شما همیشه احساس میکنه که دیگران شما رو دوست ندارن یا پشت سرت حرف میزنن. اینا همه از مشکل بدبینی و عدم اعتماد به نفس میاد. روی خودت باید کار کنی. از همین الانی که من با تو داری صدای ما رو میشنوی، اولا برو تمام کلیپ هایی که میتونی رو، همه روی بالای 1700 تا کلیپ من فقط دارم، کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس، خیلی تایتل های خیلی زیادی هست. شروع کن رو اعتماد به نفس خودت کار کن. کودک درونت پیدا کن. با عنوان یک بالغ حالا دیگه نمیخوای بچه بازی در بیاری، حالا دیگه نمیخوای قربانی باشی، میخوای حالا خودت ناجی خودت باشی. بویفرند دوست پسرت هم نباید ناجی باشه. شما باید یاد بگیری خودت ناجی خودت باشی. تلاش بکن رو خودسازی خودت. شما باید یک خودشناسی و بعد خودسازی و دوباره سازی بکنید در مورد خودت. مهم نیست این آقا یا هر آقای دیگه ای. مهم اینه که اولین کاری که شما باید بکنی خودت رو دریابی، خودت رو تغییر بدی، از این ضعف‌های شخصیتی خودت رو بیاری بیرون برای خودت و نه برای یارت. این اولین کاریه که شما باید انرژی خیلی زیادی بذاری. مهم نیست این آقا دروغ میگه یا نمیگه الان فعلا. باهاش هم صحبت بکن، صدای منم براش بذار اگه تونستی، و بگو که من میخوام رو خودم الان کار کنم، من میخوام رو این ضعف‌هام کار کنم، چون احساس میکنم نکنه تو دروغ بگی، نکنه دیگران دروغ میگن.
و برای مدت فوکوس و تمرکز رو بذار رو خودشناسی خودت و روی این کلمه‌ای که به من گفت خیلی خودتو قربانی می‌کنی. یادت باشه ما به عنوان یک بالغ زمانی که خودمون رو قربانی هستیم نگاه کنیم، ببینیم قربانی هستیم و تو قربانی خودمون رو نگه داریم و دلمون بر خودمون بسوزه، بزرگترین خائن و دشمن خودمون خودمون هستیم، چون اجازه رشد به خودمون نمیدیم. شما خیلی احساس قربانی بودن میکنی، خودتو خیلی کم میبینی و دیگران از دیگران هم ترس و وحشت غیر واقعی پیدا کرد. اینا همه ضعفای خیلی جدیه که شما یا اگر با یک روانکاو خوب بتونی این مشکلاتتو حل کنی، کارتو خیلی سریعتر و آسونتر میکنه. اگر هم که امکاناتشو نداری، خودت باید تلاش بکنی در درجه اول برای خودت و بعد برای یارت. Good luck عزیزم.